وزیران خارجه آمریکا و پاکستان در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله تحولات در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا با نشر بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی مقام‌های دو کشور خبر داده و گفته که گسترش همکاری‌های دو جانبه، تحولات افغانستان و مبارزه با تروریسم موضوعات مورد بحث دو طرف بوده است. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرد که اخیراً اسلام‌آباد و واشنگتن برها نسبت به افزایش تهدیدات تروریسم از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر مبارزه مشترک تاکید کردند. عمق استراتژیک آمریکا در منطقه مخصوصا درباره افغانستان چیست و با توجه به این تاکیدات چه برنامه‌های در حال طرح‌ریزی و چه کارهای در حال انجام است؟ بحث امشب زاویه است. با سلام و وقت بخیر، شما بیننده برنامه زاویه از تلویزیون راه فردا هستید. من قاسم عادل‌زاده هستم. مهمانانم در این بحث آقای نثار احمد شیرزی، کارشناس مسائل سیاسی روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند، و آقای محمد باقر محسنی، استاد دانشگاه، اینجا در استودیو حضور دارند. هر دو مهمان به بحث خوش آمدید میگیم. آقای محسنی، بحث با شما شروع میکنیم. تحولات اخیر و وضعیت فعلی سیاسی کشور شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام احترام خدمت شما و همکاران شما و جناب آقای شیرزی، در شرایط فعلی اگر ما تحولات سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم، افغانستان در مسائل مختلف با پاکستان یکی از محورهای مختلفه، یکی از محورهای مهم بحث‌های سیاسی هستند، تنش‌هایی که بین افغانستان و پاکستان هست، و بحث دیگر مسائل داخلی افغانستان تا حدود یکی از محورها هستند. آقای محسنی، وضعیت فعلی سیاسی به نظر شما چقدر پیچیده و مبهم به نظر میرسد؟ فکر می‌کنید ببینید، بحث‌هایی را که مطرح میشه در مورد افغانستان، یکی از اون بحث‌ها مسئله تروریسم، رشد تروریسم در افغانستان هست که بحث تروریسم یکی از موضوعات بسیار پیچیده و یکی از موضوعات بسیار مهم برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان است که باید حکومت افغانستان موضوع تروریسم را بسیار جدی بگیره. شما ببینید امروز پاکستان و به خیلی از کشورهای دیگر افغانستان را متهم میکنه که تروریسم در افغانستان رشد کرده، و حتی سازمان‌های بین المللی اتهامات را بر افغانستان وارد میکنه و حتی گزارشات را ما شاهد هستیم که میبینیم در مورد رشد تروریسم در افغانستان است. مسئله دیگر مشکلات اقتصادی در افغانستان یکی از مسائل مهم هست که امارت اسلامی و حکومت فعلی باید توجه جدی داشته باشد. بنابراین امارت اسلامی باید در این مسائل به صورت جدی توجه لازم داشته باشد. اما بحث تروریسم را اگر ما مطرح کنیم، برخی از کشورها به صورت جدی مطرح میکنه که در افغانستان تروریسم رشد کرده، ولی اسناد و مدارک معتبر تا هنوز ارائه نکرده. با توجه به همین نگرانی ها و بعض مسائلی را که شما گفته اشاره کردین بهش، فکر میکنید چقدر وضعیت پیچیده هست و مبهم است و معلوم است؟ من فکر میکنم وضعیت افغانستان تا حدود مبهم و پیچیده هستند، به دلیل این که ما از یک طرف میبینیم که افغانستان در یک انزوای سیاسی قرار داره، مشکلات اقتصادی افغانستان روز به روز بیشتر میشه، اتهامات که راجع به رشد تروریسم در مورد افغانستان هست هم روز به روز در حال افزایش هستند. اینا از موضوعات هستند که روز به روز مسائل سیاسی افغانستان را پیچیده تر میکنه، و یگانه راه حلشی هستند که امارت اسلامی باید به یک سلسله فاکتورهایی که باعث میشه که افغانستان به طرف یک انسجام داخلی حرکت کنه باید تن بده، و همچنین مسئله ای که رضایت مردم را از هر طریق ممکنه امارت اسلامی میتونه به دست بره باید به دست بره. تشکر آقای محسنی. دوباره میام به شما آقای شیرزی، بازم شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. شما ضمن ارزیابی تحولات اخیر و وضعیت سیاسی در افغانستان گفتگوی وزرای خارجه پاکستان و آمریکا را روی تحولات در افغانستان و بحث تروریسم چگونه ارزیابی میکنید؟ قابل زاوی عزیز، درود و خدمت خودت و
همکارای تحقیقی شما عنوان برنامه و ملتون. ببینید با توجه به جای سیاسی و استبداراتی که از کار به با افغانستان یا اضافه از کار به با افغانستان صورت گرفت و به خصوص از نزدیک به سه سالی که حاکم شدن طالبان در افغانستان است و روابط دنیا با افغانستان یا بی‌فرمانی قدرت‌های بزرگ با مردم افغانستان انسان میده که اینجا در بنگاه بسیار به سطح بزرگ دید. این ملاقات هایی که یاد کردین ملاقات یا صحبت تلفنی وزیر خارجه امریکا با وزیر خارجه پاکستان، ما بیاد داریم که پاکستان یکی از مورهای خاص استخباراتی بزرگ در تدبیر برنامه استخباراتی و سیاسی علیه مردم افغانستان استفاده شده و پاکستان یک نقش مهم است. بالاخره قدرت‌های بزرگ با خصوص امریکا پاکستان اجرای نمیخواه از دست بده و همین پاکستان باز هم به اون ترفندهای استخباراتی خود و موضوع های سیاسی خود استفاده میکنه و پاکستان هم از مجرای ایرانی خدمت گذاری کنسته که هم خود به برن اتم برسونه و وطن خود آباد بکنه و حالی که یک اقتصاد و سیاسی برای پاکستان باز هم تلاش میکنه پاکستان از این مجرا برای خود و مردم خود و با منافع سیاسی و ارتش و استخباراتی خود اینا فعالیت کنند و باز هم امید استقبال داره و امریکا پاکستان تلاش میکنه باز هم علیه افغانستان استفاده. بالاخره میبینیم اینجا بازی ها بسیار کلان است، بازی ها در این بازی ها کسای حتی سروندان افغانستان شامل هستند، وضعیتی را که اجازت طالبان میبینیم که با جامعه جهانی تن نمیده، خواستای جامعه جهانی مردم افغانستان نمیپذیره. یه همه مسائل اگر یک به دیگه آدم تلویز میکنه میبینه که فقط افغانستان روز بروز در یک انتوای سیاسی و بینجلی میره، وضعیت اقتصادی مردم خراب و ادامه چنین وضعیت نه به نفع مردم افغانستان است، نه به نفع منطقه است و حتی به نفع کشورهای فرامنطقه هم نیست. وضعیت فعلی تجارب سال گذشته هم یقین داره که به بار خواهد داشت و پریشانی شد تمام دنیا. آقای شیرزاده، با توجه به صحبت‌های اول شما، ترفندهای سیاسی و بازی‌های استخباراتی کشورهای بزرگ دنیا، قدرت‌های بزرگ، فکر می‌کنید برنامه برای افغانستان چی است؟ ببینید، همین موقعیت جیوپولیتیک افغانستان دشمن افغانستان، مدنیات افغانستان دشمن افغانستان و این که ما با وصل ایرانی سالوها با خود ما هم یک ملت نستدیم و خود ما هم دلخوز وطن نیستیم و واقعاً در برای دلخوز نداشتیم. استخبارات ها را دسته باز میتن که استخبارات ها به خاطر منافع خودشان چون افغانستان یک طرف چین است، روسیه است، استخبارات ایران است، ایران است و استخبارات های بزرگ در اینجا منافعی دارد، به خاطر منافع خود افغانستان استعمال میکنه و استفاده کرد و باز هم استفاده میکنه و حالا میبینیم که دسته باز دارد استخبارات ها در موضوع افغانستان. حتی سیاسی ما منتظر تصمیم استخبارات ها که وقت استخبارات ها در مورد ما تصمیم بود. بالاخره مردم ما میرمه که یک آموختی خراب شدن منتظر هستن که دیگه را برسانی اصلاحی کنن و استخبارات ها تصمیم بیره که افغانستان چی میشه. خود ملت افغانستان ما بابال ملت نشدیم، خود ما هم ایرادر نشدیم. سپاسگزارم آقای شیرزاده، ممنون شما. آقای محسینی، به نظر شما دلیل اصلی این صحبت ها با تاکید بر مبارزه با توریسم در منطقه و افغانستان فکر میکنید چی است؟ دلیل اصلی چی است؟ یعنی کسانی که این صحبت ها را دامن میزنن یا دنبال میکنن در افغانستان و دنبال چی هستن؟ ببینید، از زمان تسلط امارت اسلامی از او زمان تا به امروز بیشترین اتهامات را بر افغانستان وقتی وارد کرده پاکستان بوده. ما اگر در بحث افغانستان و پاکستان مباحث را مطرح کنیم، یک سلسله محورهای تنش بین افغانستان و پاکستان هستند که مهمترین دلیل استفاده ابزاری از بحث تروریسم برای پاکستان هست. چند تا محور تنش بین افغانستان و پاکستان در طول تاریخ بوده و پاکستان برای پیشبرد منافع سیاسی خودشان از این ابزارهای سیاسی استفاده کرده. اولا اما قدرت‌های بزرگتر هم مطرح میکنم. اولین محور تنش بین افغانستان و پاکستان مسئله تفوق‌خواهی پاکستان نسبت به افغانستان بوده
پاکستان همواره خواستش بر این هست که سیاست خارجی افغانستان و سیاست داخل افغانستان طبق میل پاکستان تدوین گرده و عیار باشد، در حالی که این خلاف منافع ملی افغانستان هست. ما شاهد ایره میتونیم بیان کنیم در زمان جمهوریت هرگاه روابط افغانستان با هند بیشتر میشد، هند بیشتر کمک های به افغانستان میکردن، ما شاهد یک سلسله تنش ها بوده. مسئله دو، مسئله گروه های افراطی و مخالف نظام در زمان جمهوریت یکی از محورها بوده، محورهای تنش که پاکستان همواره برای تضعیف نظام سیاسی در افغانستان از گروه های مخالف نظام در حقیقت حمایت میکردن که یکی از محورهای تنش بودن. مسئله دیگر، بحثی که در شرایط فعلی یکی از محورهای تنش بین امارت اسلامی و پاکستان است، مسئله چچپی هستند. پاکستان همواره تلاش میکنه که امارت اسلامی مطابق خواست پاکستان مداخله کنه در بحث چچپی، در حالی که چچپی یکی از محورهای بحث است و یکی از موضوعات داخلی پاکستان هست و امارت اسلامی همواره رد کرده که ما در مسائل داخل پاکستان مداخله نمی کنیم. و از طرف دیگر بحث‌های آب و مسئله مرزی، اینا هم از اختلاف محورهای اختلاف بوده، اما برای پیشبرد این اختلافات و برای پیشبرد منافع خودشان یک سلسله ابزار در دست خود داره پاکستان. یکی از ابزارهای پاکستان اتهام رشد تروریسم در افغانستان هست. پاکستان همواره تلاش میکنه که با دامن زدن مسائل رشد تروریسم در افغانستان امارت اسلامی رو به نحو تحت فشار قرار بده در عرصه بین الملل تا اینکه به خواسته های پاکستان تن بده. مسئله دیگر، مسدود کردن مرزها یکی از ابزارها هست. این باعث میشه که اختلافات بین امارت اسلامی پاکستان را وجود داره. اما بحث قدرت های بزرگ رو ما وقتی مطرح کنیم، ببینید ما به لحاظ تاریخی اگر بررسی کنیم، پاکستان یکی از همپیمانان استراتژیک ایالات متحده آمریکا بوده. بیشترین مداخلات ایالات متحده آمریکا در افغانستان از مجرای پاکستان صورت گرفته. در زمان جهاد و در زمان مبارزه مردم افغانستان با شوروی، اگر شما مطالعه کنید، پاکستان، ایالات متحده آمریکا تمام حمایت‌هایی را که برای مجاهدین داشتن از طریق آیسای پاکستان وارد افغانستان می‌شدند. بنابراین قدرت‌های بزرگ هم تلاش میکنه که از مجرای پاکستان و از مجاری دیگر افغانستان و حکومت امارت اسلامی را به نحو تحت فشار قرار بده، که این تحت فشار قرار دادن امارت اسلامی به منظور این هستند که یک سلسله خواسته های را که جامعه جهانی و قدرت های بزرگ داره اینا را به اینها تمکین کنه. اما یک نکته را باید مورد توجه قرار بدیم که خواسته های جامعه جهانی و قدرت های بزرگ هم ما باید تفکیک کنیم. یک سلسله خواسته های نامشروع ممکنه داشته باشد و یک سلسله خواسته های مطابق عرف بین الملل و مطابق قوانین بین المللی داشته باشد، که از جمله خواسته هایی را که جامعه جهانی اتفاق نظر داره و به عنوان خواست مشروع است و مطابق خواست مردم افغانستان است. اما نکته ای را که ما باید در نظر بگیریم این هستم که قدرت های بزرگ در کنار ای که یک سلسله خواسته های مشروع داره، از بعضی حقوق بشر، از مسئله تو مبارزه با تروریسم گاهن به عنوان یک ابزار هم استفاده میکنه و برای پیشبرد منافع سیاسیشون. چند تا مشکل عمده در بحث تروریسم هست. اولین مشکل عمده که در بحث مبارزه با تروریسم هستن که یک تعریف واضحی در رابطه با تروریسم وجود نداره. کشورهای مختلف مطابق منافع سیاسی خودشان تعریف از تروریسم میکنه. بعضی حقوق بشر عین این مسئله هستن. بنابراین امارت اسلامی باید توجه داشته باشد که مطابق منافع ملی افغانستان هم روابط سیاسی با کشورها را تقویه کنه و از طرف دیگر باید در داخل روی یک سلسله فاکتورها که از جمله تقویت نظام داخلی مبتنی بر آرای مردم، مبتنی بر رضایت مردم کار صورت بگیره، تا این که در عرصه بین الملل امارت اسلامی در سیاست خارجیشان دست بالا داشته باشد. یک نکته که در آخر خواهم اشاره کنم این هست که در سیاست خارجی مسائل داخلی تاثیر مستقیم دارد.
انسجام داخلی، موقعیت ژئوپلیتیک، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و همچنین بازیگران قوی همون کشور در عرصه بین الملل، اینا تاثیر مستقیم در عرصه بین الملل داره که اینها برمیگردد به مسائل داخلی افغانستان، باید روی اینها به صورت جدی کار صورت بگیرد. سپاسگزارم آقای محسنی. آقای شیرزاد، چنانچه که آقای محسنی اشاره کردن در صحبتاشان که هدف از این کارها و هدف از این دخالتها از طریق مجراهای بیرونی به داخل افغانستان فشار آوردن روی حکومت امارت اسلامی است، یعنی که یک سلسله خواستهای جامعه جهانی باید مورد توجه قرار بگیره از سوی امارت اسلامی. اگر عمق استراتژی آمریکا را در منطقه و خصوص بل خصوص درباره افغانستان مورد ارزیابی قرار بدهیم، هدف اصلی چی است؟ آیا فشار آوردن روی امارت اسلامی است، چنانچه که آقای محسنی فرمودند به خاطر تطبیق خواسته های جامعه جهانی در افغانستان؟ ببینید آقای مرزایی عزیز، اگر دقت کنید یعنی برنامه و یعنی صحبت های کنیسه یا آنچه که در افغانستان از خصوص از نزدیک 11 فرزین با خوبی نشان میده که ادب فقط همون برنامه های استخباراتی قدرت های آنچه که قدرت های بزرگ به دفتر دارن و برنامه دارن به خاطر تجدید تجدید کوشش میشه، اما اگر بستر و مردم افغانستان و حکومت داری در افغانستان اینا همه دراستی هست. اگر اینجا صحبت میشه از حکومت فراگیری میگی، این فقط یک سرپنج استخباراتی به نام از اینکه باش مردم نگوید که قدرت های بزرگ یا سازمان ملل بی پرواز، فقط در حد یک صحبت یک کنفرانس میشه. اگر بحث بانوان است، اگر هر حالتی که در افغانستان ما میبینیم که فقط نام حقوق بشر و دیر قاشدن حقوق خانم ها همه در هر یک واکنش، در هر یک صحبت، در هر یک کنفرانس کاری عملی نمیتن. به خوبی نشان میتکید قدرت های بزرگ به فکر دیگه ای در سر دارد. قدرت های بزرگ آنچه را که در افغانستان میگذره از همش واقف هستند، حتی در تبانی با این امینا این برنامه پیش میره. شما ببینید در عراق، در ترکیه، در لیبیا، در کشورهای متعدد دیگر در یک طرف که ساخت بافت خود استخبارات ها بود به نام نقد و بشر، اونا حمله کردن، اونا ادغال کردن، اونا عکس العمل داشتن، اما در افغانستان زمینه رو کی مساعد کرد؟ شما ببینید در طول اضافه از سابقه اگر پاکستان در افغانستان دست باز داشت، ما به حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان رو پاکستان چنین دست باز نداشت، اما بعد از سال 91 ما دیدیم که پاکستان دست باز پیدا کرد. چی عمل شد؟ فوج پاکستان اینجا مستقیم نامد. اینمی شهروندان افغانستان و اینمی رهبر نماها بودن که اینا وسیله شدن تا پاکستان دست باز داشته باشد. آیا هم اگر پاکستان صحبت میکنه، اگر پاکستان حرف میگه، اینمی شهروندان افغانستان در چوکات اینمی یک رهبرا و تا به حال اینا وسیله شدن که پاکستان دست باز داشته باشد و دنیا صحبت کنه و دنیا در اینجا به اهداف استخباراتی خود نا تحقیل کنند و بلیست بیارد. بالاخره نوش درد شب مردم افغانستان و ما میبینیم این وضعیت ما بیارد. در صورتی که حقوق مردم افغانستان برخی مسائلی را که آقای محسنی و شما هم اشاره کردین روی قضیه هست، پس هدف اصلی چی است؟ از طریق این بازی های استخباراتی چی میخواین از افغانستان؟ چی برنامه های را مشخصا میخواین در اینجا تطبیق بکنن؟ شما ببینید همین حضور 20 ساله امریکا را در افغانستان چی ثابت میکنه که امریکا برای چی آمد؟ امریکا برای چی آمد که 20 سال در اینجا باشه، یک 2000 عسکرش کشته شده، برای عبور او میلیارد ها دلار اینجا مصرف کنه. امریکا اهداف داشت، برای او اهداف قدس پیدا کرد، حال او اهداف باید ادامه پیدا کرد. حال کی مورد اعتماد امریکا؟ امریکا دنبال ازی است. ما میبینیم که چی شکل با مردم افغانستان باید از دست توسعه پذیرند. مردم افغانستان دیگه علم تحصیل نداشته باشه، مردم افغانستان هم تو خاموش باشه، حتی فعالیت اعضاب نباشه تا او اهداف امریکا برای او اهداف امریکا خطر موجه بکنه. بنابراین میدان خالی است برای بازی های قدرت های بزرگ تا از اون موقعیت که به دست آمده برشان از اینی به خاطر اهداف خود علیه ایسته منطقه که ما یاد کردم علیه ایسته منطقه استفاده کنه. در این زمان مدنیات ما تاراد، اما سرمایه ملی ما تاراد، کسی نیست که سپاسگزارم آقای شیرزاد. آقای محسنی، شما چه اندازه با آقای شیرزاد موافق هستین؟ آیا هدف از این بازی‌های استخباراتی و گفتگوها در مورد افغانستان
و بحث در مورد تروریسم ناامنسازی منطقه است فکر می‌کنید؟ بعد حدود با جناب آقای شیرزای موافق هستم. بازی‌هایی که در افغانستان صورت گرفته در طول تاریخ افغانستان بازی‌های استخباراتی بوده و افغانستان در حقیقت میدان بازی‌های قدرت‌های منطقه و فرامنطقه بوده. ما از زمان حضور اتحاد جماهیر شوروی اگر بررسی کنیم تا به امروزه، من می‌خوام که به چند نکته اشاره کنم. اولی که عوامل مداخله در افغانستان چیه، چرا مداخله میکنن و بستر را کی فراهم میکنه. باور من این هست که چند تا فاکتور و چند تا عامل در بحث بستر سازی مداخله کشورها در داخل افغانستان فراهم هستند. اولین مورد اختلاف داخلی در داخل افغانستان است. کشوری که دچار اختلاف داخلی باشد، انسجام و اتحاد نداشته باشد، بستر برای مداخله کشورهای دیگر فراهم میشه. شما به عنوان بسیار یک مثال ساده اگر در نظر بگیرید، مثلا یک خانه را در نظر بگیرید، اگر آپارتمان زندگی میکنه، اگر یه بین خود اختلاف نداشته باشد، همسایه هایی که در اما آپارتمان زندگی میکنه حق نمیتونه مداخله کنه. اما زمانی که بین خود نسازه، اختلاف داشته باشد، یا همسایه به خاطر از اینه که سر صدا نکنید، یا اینکه به خاطر که اعضای خانه میره دنبال همسایه که مداخله کنه، کشور عین این مسئله هست. زمانی که افغانستان یک انسجام و یک اتحاد داخلی نداشته باشد، بستر برای مداخله کشورها فراهم میشه. مسئله دوم فقر و ضعف اقتصادی هست. وقتی افغانستان متکی هست به کمک های جامعه جهانی، افغانستان متکی هست به کمک های بشردوستانه جامعه جهانی، از همین مجرا زمینه فراهم میشه که کشورها به اندازه کمکی که در افغانستان میکنه مداخله هم در افغانستان داشته باشد. مسئله دیگر که به عنوان بستر و زمینه ساز هست برای مداخله کشورها، مسئله نارضایتی مردم از حکومت هست. بنابراین حاکمیت فعلی و مردم افغانستان تلاش کنه که زمینه های مداخله را از بین ببره. مسئله دوم که به عنوان نکته دوم میخوایم اشاره کنم یه هست که هدف از مداخله در مورد افغانستان چیه؟ چند تا هدف در اینجا تعقیب میشه. اول منافع سیاسی هست. منافع سیاسی کشورها در حقیقت متکی به موقعیت ژئوپلیتیک و موقعیت جغرافیایی افغانستان هست. افغانستان از یک موقعیت ژئوپلیتیک و یک موقعیت بسیار خوب در سطح منطقه قرار دارد. به همین لحاظ هستند که کشورها تلاش میکنه به نحوی یا به صورت استخباراتی یا به صورت حضور فیزیکی، اما قسمی که ایالات متحده آمریکا در 20 سال در افغانستان حضور داشتن، در افغانستان حضور داشته باشد. با توجه به نظم بین الملل که امروز تقابل بین شرق و غرب وجود داره، بین ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین بسیار جدی در یک تقابل قرار داره، کشورهای منطقه و فرا منطقه تلاش میکنه که به نحو در افغانستان حضور استخباراتی داشته باشد و حکومتی که در افغانستان ایجاد میشه مطابق خواسته های اونها باشد. به همین لحاظ هستند که این مسائل باعث یک سلسله مشکلات میشه، از جمله بازی های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان. مسئله دیگر منافع اقتصادی کشورها است. اما قسمی که جناب آقای شیرزاد هم اشاره کردن، مسئله معادن افغانستان یکی از محورها هستند که بسیاری از کشورها تلاش میکنه که با حضور در افغانستان و به نحو مداخله در افغانستان از این منابع اقتصادی استفاده کنه. اما یک نکته را باید مورد توجه قرار بدیم که تمام این مشکلات برمیگردد به خود مردم افغانستان. ما باید یک نکته را مد نظر قرار بدیم که در عرصه بین الملل بازی بر سر منافع است. هر کشور تلاش میکنه منافع خود را تامین کنه، اما آنچه که مردم افغانستان منافع خود را تامین نمیتونه ضعف از خود مردم است. سپاس. این وضعیت چطور قابل جمع است آقای محسنی؟ این ضعف چطور میشه از بین؟ راهکار مشخص است، اما اراده قوی برای حل مسائل سیاسی افغانستان وجود ندارد. راهکار اساسی ای هستند که یک حکومت مبتنی بر آرای مردم، مبتنی بر خواست مردم در داخل افغانستان شکل بگیرد. زمانی که مردم حامی حکومت باشد، مبتنی بر رضایت مردم در داخل افغانستان شکل بگیرد،
حکومت در عرصه بین الملل قوی میشه، میتونه یک سیاست متوازن با تمام کشورها برقرار کنه. آقای محسن، با توجه به این مداخلاتی که در امور افغانستان صورت میگیره، چطور یک بتانیم باز یک حکومت نیرومند و قوی بسازیم تا اینکه از این مداخلات جلوگیری شود؟ حالا با بحث حکومت مبتنی بر آرای مردم شد. من پیشتر اشاره کردم که این مداخلات همه برمیگردد به ضعف‌هایی که در داخل افغانستان است. ما باید همین ضعف‌ها چطور میشد؟ همین ضعف‌ها را میتونه که حکومت به عنوان بازیگر اصلی که در عرصه سیاست افغانستان در سیاست افغانستان در عرصه بین الملل هستند و در مسائل داخل سیاست به دست حکومت هست، باید بسترسازی کنه، زمینه اتحاد و انسجام مردم را فراهم کنه که اون زمینه با مثلا با ایجاد حکومت همشمول و ایجاد قانونمندی در افغانستان و همچنین تطبیق عدالت اجتماعی در افغانستان و تقویت ارزش‌های مشترک برای مردم افغانستان و از بین بردن اختلافات قومی مذهبی از افغانستان باعث میشه که در افغانستان یک حکومت و یک نظام قوی شکل بگیره. زمانی که یک نظام قوی در داخل افغانستان شکل گرفت، ما شاهد این خواهیم بود که میزان مداخلات خارجی ها و کشورهای منطقه و فرامنطقه کاهش پیدا میکنه. اما زمانی که ما در داخل افغانستان مشکل داشته باشیم، یقینا زمینه مداخله کشورها فراهم میشه و نمیتونه که در افغانستان یک حکومت قوی مستقل و مبتنی بر آرای مردم بوده باشه. سپاسگزارم آقای محسنی. آقای شیرزای، شما دورنمای وضعیت کشور چگونه ارزیابی میکنید با توجه به شرایط فعلی؟ ببینید، تا زمانی که چنین یک وضعیت باشه، تا زمانی که در مردم افغانستان بین هم اتفاق نداشته باشه و مردم افغانستان در مجموع اگر دیروز در فکر دیروز در قدرت بزنیم، حاله ما اگر همه یکدیگر پذیر نشیم و همه برای مشترکاً برای منافع افغانستان کار نکنیم، دورنمای افغانستان بدتر و بدتر. شما ببینید حکومت های دست نشانده مثل که در کنفرانس بان حکومت خارجی ها برای ما تیمیتند آمد و عالم عالم پول آمد که این هر کس نام داد فرمان میتوند. ما دیدیم در 20 سال جمهوریت همون حکومت ها و معبدش هر حکومتی که در نتیجه یک سازش و پیروزی برسه از این شما توقع بیدیده ندارد. ما دیدیم که همشان برنامه های اونو مستخبارات درده کردن و تا به حال همین جریان دارد. تا زمانی که مردم افغانستان اراده ندارد. شما می‌بینید در دو طرف هم جهت موافق با طالب و هم مخالف فقط منتظر این هستند که چگونه کشورها اینا را حمایت کنند، چگونه کشورها اینا را کمک کنند. کمک هایی که به طالب ها میشه یا تعامل یک تعامل نزدیک یا از کشورها یا از وضعیت موجود افغانستان حراس دارند، بنابر حراسشان تلاش میکنند یک نوع مواد کمکی روان کنند به نام کمک های بشر دوستانه. حتی خود طالب ها میگه سیاست اقتصادی خارجی، سیاست خارجی ما اقتصاد محور است. وقتی که یک سیاست اقتصاد محور بود با خارجی ها داشته باشند، این سیاست به درد نمیخورد. چرا در توقعات قوانین بین المللی افغانستان یک سیاست خارجی بسیار فعال نداشته بود؟ تا چه وقت به خاطر گرفتن یک کمک بشر دوستانه با یک کشور یک تعامل غیر رسمی داشته باشند، اما تعامل واقعی را که در آقای شیرزای، همواره راه حل انسجام ملی و وحدت و یک پارچگی میان اقوام افغانستان و همچنان اراده مردم افغانستان پیشنهاد میشه. حالا اینمی زمینی انسجام ملی و وحدت و یک پارچگی این که یک چتر مشترک برای همکاری میان مردم افغانستان ایجاد شود چگونه ممکن است؟ چطور میشه اینمی زمینه را فراهم کرد؟ همین دبر فراهم کردن اینمی زمینه صداقت آنچنان در طول اضافه در چندین دهه بین ما کار شده. حال شما اگر علیه یک ظلم یا استادگی میکنین از شش شده خودم بسر افتید. حال آنچنان نفاق و تعصب در بین مردم افغانستان حتی در بین روشنفکرهای ما دامن زده شده که بهترین روشنفکرهای ما دنبال روی ایرانی تعصب شده. من میبینم در فضای مجازی هستم، من در رسانه هستم، با بسیار کسایی در بحث ها روبرو میشم، میبینم که دکترا داره، پروفسوری داره یا خب یک درجه علمی بسیار بلند داره، اما میبینم تعصب در رگولیسی هست. ما نمیگیم که جای وطن وطن کله باشه، نمیگیم که اینجا تمام اقوام امیال حقوقش خوابند اینجا پومال هست. همه دیگه مشکل داره. اگر در
چلو اضافه از کار ده یا 35 سال مردم افغانستان رنج برد، در این رنج پشتون هم رنج برد، ازاره هم رنج برد، ازبک هم راجک هم تمام افغانستان. اما باز وقتی که چه میکنم باز ما مسئله محله گرایی های خلاصیم چنان ساز چنان نفاق بین ما افتاده که هر کدام ما قابلی قندوزی را قبول نداره، قندوزی مزاید را قبول نداره، راجک پشتون را قبول نداره، فقط مصروف ایلمی هستیم. تا زمانی که ما ایلمی را به خود نبهیم اما نابدیده نگیریم که استخبارات ها میال ماری جازم نه همیال در فضای مجلسی خیلی از مخالفت ها و توکیل و تحقیل تصایی که دی روز بود و هم روز است اینمی توز بازی های استخباراتی به اینمی شکل نفاق انداختن و ما رو دور نگاختن سایه که ما از دوستن فکرهای ما یک دوستن گری کنن و مردم افغانستان بخواد نمیند بسیار مشکل از وضعیت افغانستان کرده. ممنون شما آقای شجاعی، سپاسگزارم. آقای محسنی، به صورت خلاصه با توجه به مداخلات کشورهای بیرونی خصوصا کشورهای قدرتمند، آینده شما چگونه میبینید؟ آینده وضعیت سیاسی افغانستان؟ من فکر میکنم که اگر روی مسائل سیاسی افغانستان توجه جدی از سوی حکومت و مردم افغانستان صورت نگیره، یک انسجام داخلی به وجود نیاید و میزان همپذیری بین مردم بالا نرود، وضعیت افغانستان روز به روز بدتر خواهد شد. بنابر این بهترین راهکاری است که ما باید به همدیگر احترام بگذاریم و یک نظام مبتنی بر آرای مردم شکل بگیره و همچنین اراده قوی بر همپذیری و حل مشکلات افغانستان داشته باشیم. اگر چنین روند در افغانستان در روی دست گرفته شد، من فکر میکنم مشکلات افغانستان حل خواهد. سپاسگزارم مهمان گرامی آقای محسنی و آقای شیرزی از حضور شما در برنامه. خیلی تشکر و همینطور تشکر از شما بینندگان عزیز که بینندگان زاویه بودید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.